السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز، بخش اخبار تلویزیونی صبح. در سودی با شما جهانگیر صابر. شکوه تأثیرات عید استقلال قلب یگان کس را ترک نکرده، پگاه ما باز عید بزرگ، عید دانش را قید میکنیم. بخشیده به عید دانش در تمام مقیاس ریاست، بخصوص در ناحیه ما، در مؤسسه های تعلیمی تدبیر زنگ اول برگزار میگردند. در عرفه عید دانش مکتب رقم 13 هم از نو تعمیر شده و امروز مورد استفاده قرار گرفت. حالا در همین خصوص، مکتب بزرگ درگاه است که برابر در آستانه اش قدم گذاشتن خردان بزرگ، بزرگان بر نادل و بیخردان صاحب خرد میگردند. مکتب مکان علم و معرفت، فرهنگ و ادب، دانش و خرد است. نیست کسی که از این درگاه مقدس سبق نگرفته باشد، نیست بزرگ دلی که سبق استاد ندیده به جای رسیده باشد. از این خاطر امروزها به مکتب و معارف و آموزگاران در مملکت ما اعتبار خیلی کلان است، زیرا در کشوری که اعتبار به ساحه تعلیم بلند است، آموزگارانش همیشه قدر می‌یابند، پیشروی به نظر می‌رسد. پرزیدنت کشور در ویدیو سلکتر آید آموزگاران حرف زده، افزود که از امروز عبارتن در جامعه از همه صاحب احترام آموزگاران می باشند. علاوه بر این، برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت تمام چاره های ضروری دیده می شوند، خصوصا در دهات های دوردست مکتب های نو و زمانوی بنیاد می گردند که این برهم می دهد تفاوت بین شهر و دهات را. مکتب رقم 13 هم که در دهه هوشیار قد افراخته است، در دوام سال جاری پورا از تعمیر جاری برآورده شد و امروز مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم کشاده شوی حاکم ناحیه فرخ اوسرف و نورانیان محله مذکور اشتراک نمودند. حاکم ناحیه به سخن برآمده، اهل مکتب را به بینای نو، به عید استقلال و به روز دانش تبریک نمود. پس آن قید نمود که امروزها توفیل سیاست خردمندانه پرزیدنت کشور شوکت میرزیایف، مقام آموزگار در جامعه خیلی بلند گردیده و جایگاه خود را یافت. مکتب ما تعمیر کرده شد و شرایط ها نسبت به پیشتره بهتر گردید. برای این غمخواریشان اولا با پرزیدنت دولتمان شوکت میرومانویچ میرزیایف از نام مکتبمان، از نام معلمان و طالبان مکتبمان منتداری خود را اظهار می نماییم. جوابان به غمخواری پرزیدنتمان بهتر می خوانیم. خوله های دانش را فتح نموده، در آینده برای وطن خود از تحت دل خدمت می نماییم. تا صد و صدهای دیگر زنده باشد، از برای بخت کشور زنده باشد. کوتاه است عمر درختی بی ثمر، چون درختی بار آور زنده باشد. در مراسم کشاده شوی مکتب، خوانندگان صنف های ابتدایی و بالایی برآمد کرده، توسط شعر و سرود و اجرای رقص های زیبا به اهل تدبیر کیفیت ایدانه هدیه نمودند. ناگفته نماند که در مکتب مذکور همه شرایط های تعلیم و ورزش مهیا بوده، همه صنف خانه ها پر را به طور زمانوی تعمیر شدند. صنف خانه ها با ایانیت های زمانوی درسی تامین کرده شده، برای درس گذری آموزگاران شرایط قلای فراهم آورده شده است. شد منور از کدام دوستان کاشانم، خانه فانوس است و میمان شمع و من پروانه. امروز در دیار ما هوشیار زمین، اینچنین در ازبکستان، در سراسر دولت ما خرسندی است. در ما نیز باشد اگر خرسندی، بالای خرسندی است که هم امروز 28 سالگی جمهوریت سالگرد استقلالیت جمهوریت ما جشن گرفت، اینچنین 30 سالگرد مکتب ما را و زنگ اول را جشن گرفته شدیم. برای با این درجه رسیدن بسیار از طرف رهبران، از طرف پرزیدنت هم کوشش های زیاد شد که مکتب ما هم امروز به قطار مکتب های بهترین در آمد. از طرف دولت هم برای ریمان شدن مکتب ما 1,086,000,000 پول جدا شد که مکتب زمانوی شد. 17 صنف خانمون و سپورت زالمون پر را تعمیر کپیتالی شده و استفاده سپاریده شد. از این مکتب که همه شرایط تعلیم و تربیه گرفتن فراهم آورده شده است، در آینده باور داریم شاعر و عالم و سیاستمداران برجسته به کمال رسیده و بهر رشد و رونق وطن عزیزمان حصه سزاوار میگذارند. تحت شعار جاویدان امان باش جان ازبکستان، در مکتب موسیقی و صنعت ناحیه مشورت انعنوی اوگوستی مؤسسه های تا مکتبی شده گذشت. حالا در همین خصوص، استقلال ما را به جهان و جهان را به ما شناسان. استقلال آزاد اندیشی و آزاد بیانی و آزاد زیستن را آموخت. عرف و عادت و قدریت های ملی همان را از نو احیا کرد. میراث بای معنوی گذشتگان بزرگمان را به ما برگرداند.
28 سال است که مردم ما در زیر فضای استقلالیت عمر به سر برده، بهره رشد و رونق وطن عزیزمان حصه ارزنده گذاشته می آیند. در این مدت تاریخا کوتاه ازبکستان رو به ترقی نهاده در عرصه عمومی جهانی موقع خود را صاحب گشت. خصوصا در دو سال اخیر در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور دیگرگونی های کلی به عمل آمد. منفیت شهروندان به درجه اولین سیاست دولت تبدیل یافت. مردمی سوخ نیز از میوه های استقلال بهره‌ور گشته موفق گردیدند که ناحیه زیبا منظر را باز هم آباد ساخته و حیاتشان را فراوانتر گردانند. مفهوم استقلال و آزادی را اهل ناحیه به خوبی درک نموده، هر سال عید استقلال را تنتناناک جشن میگیرند. 28مین سالگرد استقلالیت وطن امسال نیز در باغ نوبنیاد مدنیت و استراحتی برگزار گردیده، بر آنجا از هر محله ناحیه اهالی تشریف آوردند و تا دیر خوش و خرسندی کردند. سرود و ترانه های صنعتکاران نامی سوق به اشتراکداران تدبیر کیفیت ایدان بخشید. در محله و کارخانه مؤسسه ها نیز تدبیرها به مناسبت عید استقلال به وقوع پیوسته که از این چند پیش تحت شعار جاویدان امان باش جان ازبکستان، مشورت عنعنوی اوگوستی مؤسسه های تعلیم تا مکتبی در مکتب صنعت و موسیقی شده گذشت. در آنجا مدیره های مؤسسه های تا مکتبی اشتراک کردند. سر اول مدیره مؤسسه های تعلیم تا مکتبی ناحیه محفوظه امام علی و بسخان برآمده حاضران مشورت را به عید استقلال تبریک نمود و پسان عید نوگانی و دیگرگونی هایی که در دوام سال جاری در مؤسسه های تعلیم تا مکتبی ناحیه روی داده است معلومات داد. در دوام سال 2019 در ناحیه 5 عدد باغچه بچگانه مورد استفاده قرار گرفت که پور را به طور زمانوی بنیاد کرده شده است. در سال آینده نیز بنیاد باغچه های زمانوی به نقشه گرفته شده و به دستور داخل کرده شده است. بعد از آن ویدیو رولیک آید فعالیت مؤسسه تعلیمی تا مکتبی نمایش داده شد. از اشتراکداران نیز بسخان برآمده آید کار و نقشه های منبعد فکر و اندیشه های خود را اظهار نمودند. با قبول قرارهای دخلدار و وظیفه های مشخص مشورت به پایان رسید. جاویدان امان باش جان ازبکستان. تحت این شعار در همه محله های ناحیه، در همه مؤسسه های تا مکتبی تدبیرها دایر گردیدند و حالا گزارش های ما از آن تدبیرها. قدر نمودن آنهایی که بهر رشد و رونق وطن رسیدن به استقلالیت و محافظه نمودن این نعمت بی‌بها جان خیش را نثار کردند، وظیفه اساسی ترین امروزیان به شمار می رود. در ناحیه سوخ هستند آنهایی که بهر محافظه نمودن خاک پاک وطن قهرمانانه جنگیدند که ما امروز نام آنها را با افتخار به زبان می آوریم. یکی از آنها خیرالدین خالبایو لیمبوری می باشد که هنگام ادای قرض فرزندی در نزد وطن در ناحیه سری آسیای ولایت سرخندریا علیه تروریستان سخت مبارزه برده قهرمانانه هلاک گشته است. در هر جشن و روزهای سعید حاکمیت ناحیه شعبه کار با مدافعه قسمهای حربی به خاندان این فرزند جسور و برومند سوخ رفته از حال اهل آیلهش خبر می گیرند. در عرفه عید استقلال نیز مسئولان دخلدار به خاندان خیرالدین خالبایف رفته و پدر و مادر او صحبت آراستند، از قهرمانی های خیرالدین جسور یادآور شدند و تحفه های ایدانه را به مادر زار او تقدیم نمودند. از این گونه اعتبار و غمخواری ها والدین قهرمان خیلی شاد شدند و عرض منتداری به رهبر دولت و حکومت جمهوری اظهار نمودند. واقعا در کشور آفتابی ما قدر انسان، منفعت حضرت انسان از هر چیز بالاست. با کشوری که صلح و آسایش حکمران است، عید و تنتنه ها می زیبد. خوشبختانه سرزمین سرسبز ما را خداوند از نعمت های عالی ترینش صلح و آسایش به بهره نساخته است. تشکیل تدبیر و دستورهای ادبی بدی در محله ها و مؤسسه های تا مکتبی این نتیجه تنجو و آسایشتگی می باشد. بخشیده به عید استقلال در باغچه بچگانه رقم 4 واقع در محله حضرت علی تدبیر دایر گردید. در تدبیر تربیت گیرندگان باغچه مذکور برآمد کرده در شعر و سرودهایشان وصف استقلال و کامیابی های آن را ترنم ساختند. طوری که مدیره باغچه دلفوزه معروف جان و قید نمود استقلال نعمت بی‌بهاست و ما توفیل آن به جهان برآمدیم. استقلال باعث شد که فرزندان ما در مؤسسه های زمانوی تعلیم و تربیه می گیرند. استقلال سبب شد که ما خود را و اصلیت خیش را شناختیم. واقعا برآمد خردککان خیلی ذوق‌آور بود و خصوصا صحنچه های تهیه نموده آنها از حیات باغچه به اهل تدبیر خیلی پسند آمد. می توان گفت که همکاری باغچه با محله و آیله خیلی خوب براه مانده شده است و در هر تدبیر باغچه پدر و مادران و وکیلان محله نیز اشتراک می کنند. در تدبیر عید استقلال نیز رئیس محله حضرت علی و رئیس نورانیان محله اشتراک کرده به سخن برآمدند و قید نمودند که نسل جوان آینده کشور می باشند. از این رو به تعلیم و تربیه آنها اعتبار جدی دادن لازم است. طوری که رهبر دولت می گوید آینده از باغچه سر می شود. همیشه به باغچه تشریف فرموده با تربیت گیرندگان و تربیتگران هم صحبت شدن آنها از آن دلالت می دهد که فکرهای زیرین سرور دولت در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. اگر با من دوست شدن خواهید به باغچه رفته از حال خردککان خبر گیرید.
در همه مکتب های ناحیه سحری امروز عید دانش تنتناک گذرانیده شد و به خوانندگان صنف یکم تحفه پرزیدنت در وضع متنتن سپاریده شد. گزارش ما در همین خصوص. همه ساله در مملکت ما تنتناک جشن گرفته شدن روز دانش و سال نوی تحصیل گواهی روشن احترام زیادی دولت و حکومت کشور به صلح و آرامی، ثبات سیاسی جامعه، مقام و مرتبه علم و معارف، معنویات و معرفت، زحمت آموزگاران و استادان و سعی و تلاش دانشجویان و خوانندگان یعنی نسل آینده ساز ملت می باشد. در قطار همه مکتب های ناحیه اهل دبستان رقم 18 هم که در دهه لیمبور جایگیر شده است روز دانش را به صفت عید جشن گرفتند. در تدبیر آنها رهبر ناحیه فرخ اوسرف اشتراک کرد و به سخن برآمده آموزگاران و خوانندگان مکتب را به عید دانش تبریک نمود. در ادامه سخنش قید نمود که در جامعه امروز ما از همه صاحب احترام آموزگاران به شمار می روند. توفیل سیاست خردمندانه پرزیدنت مملکت موقع آموزگار در جامعه بلند گردید. پسان خوانندگان مکتب برآمد کرده توسط شعر و سرود و اجرای رقص زیبا به دل اشتراکداران خرسندی های بی پایان هدیه نمودند. حاکم ناحیه به خوانندگان صنف اول تحفه پرزیدنت را در وضع متنتن سپارید. رهبر دولت در ویدیو سلکتر بخشیده به ساحه تعلیم گذرانیده قید نموده بود که گاه گاه وزیران و حاکمان و رهبران مسئول به مکتب ها رفته درس گذرند. از این خاطر رهبر ناحیه در مکتب مذکور یک ساعت به خوانندگان درس گذشت. من بعد این عنعنه دوام خواهد یافت. مکتب رقم یکم در مرکز ناحیه قدف راخته از اول توسط آموزگاران صاحب تجربه و خوانندگان صاحب علمش نفقت در ناحیه بلکه در ولایت نیز شهرت یار گردیده بود. روز دانش در این درگاه علم و معرفت نیز به طور به خودخواست جشن گرفته شد. در آغاز تدبیر یعنی بعد صدا دادن مطیع وطنمان مدیر قبولخانه خلقی پرزیدنت رسولیک ازبکستان در ناحیه سوخ مامور جان باطیرف به سخن برآمده آید اعتبار و غمخواری های دولت نسبت ساحه تعلیم یکی از عامل های مهمترین رشد مملکت به شمار رفتن این ساختار در ناحیه ما نیز طرف بلند گردیدن صفت تعلیم و تربیت اظهار اندیشه کرد. بعد در وضع متنتن سپاریدن تحفه های پرزیدنت به خوانندگان صنف یکم دستور ادبی بدهی خوانندگان مکتب نمایش داده شد. در دایره 5 تشبث مهم پرزیدنت برآمد کردن خوانندگان از آن دلالت می دهد که در مکتب بهر اجرای تشبث مهم کارهای نظررس به عمل تطبیق می گردند. Bizler kitap alamız, gülde bir ayırıp üstlük biz, indi bilim alamız. Biz mektepge baramız, arğıncaklar hayrendi, elif be ürgenemiz, oyuncaklar hayrendi. Hayır bakacağı apacağın, rahmetsizge kettikar. Demek ki eğer alakan şevi misli buzulik, hamadan şevi de dert ustal, mürahatsız mı şevi? Ama uçun biz bugün kette bayram kılamız, tiz gün işi de. Biz maktabga boramiz. Sog'lom bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Sog'lom bo'lish uchun salmoq va sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Ertalab turib, yuz qo'llaringizni va tishlaringizni yuving. Badan tarbiya qiling. Darsdan so'ng albatta sport bilan shug'ullaning. Vaqtida ovqatlaning. Zararli odatlardan uzoqda bo'ling. واقعا در مملکت ما برای رشد ساحه تعلیم افزودن موقع آموزگار در جامعه اعتبار علاهیده داده می شود، زیرا رشد مملکت از هر جهت به رشد ساختار مذکور وابستگی قوی دارد. متخصص کدام ساحه را نباشد آموزگار تربیت کرده است، تعلیم داده است. از این خاطر می گویند که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. امروز در همه گوشه کنار ریاست‌جمهوری ما عید دانش را جشن گرفته شد. البته این امسال ایدی دانش از همه سالهای گذشته فرق کلان دارد، چونکه پرزیدنتمون شوکت مرمانوش مرزایف برای مکتب معارف، برای تعلیم تربیه این اولنگی اساسی مقویشون رو گذاشته شده اینجا با. یعنی در اگر تمام ریسپوبلیکمون علم دانش با درجه بلند برداشته شود، معلم ها، استاد ها، مربی ها اگر سوی دانش و سوی اونگی تعلیم تربیه بلند بردارن، این البته برای پیشروی و غلبه ریاست جمهوری می باشد.
Mana hamin mana dar vaqti deba nomzodi prezident va bu intixob uchun viloyati Toshkent oxiri kardanishon yakuma mana topa vazifai xondan ya'ni kitob xondan biror masala bu. Albatta in benihoyat masala asosiy hisoblanadi. Chunki bektobxoni hech kas uningi peshraftdamaydi. Ahli maktabi raqami 3 niz edi donishro xeli tantananok jashin giriftand. Ba'di anjomi tadbir xonandagon ba sinfxonaho vorid shuda ba muallim rahbari sinfi xushshinos kashtand. Dar in maktab niz xonandagon iqtidornok beshumor buda ba zabonhoyi tojiki va uzbeki she'r qiroat namudani onho guftahoyi zerin adibero lavhi xotir me'orad. لذت زبان های تاجیکی و ازبکی عجب گواراست گویا دو دانه گلاس یک بند واقعاً مکتب درگاه مقدس است. مکتب به دانشان را صاحب دانش، به خیردان را صاحب خیرد می سازد. ایدی دانش در تمام مکتب های ناحیه به طور وسیع و تنتناناک جشن گرفته شد. معلم آموزگار واژه هایی که برای فرزند انسان مقدس است. زیر این کلمه های بزرگ آموزنده علم و دانش، فرهنگ و ادب و پیشوای و آینه خلق و ملت، تجسم می‌یابد. در عرفه روز دانش برای آموزگاران و استادان مؤسسه های تعلیمی ناحیه در خانه مدنیت ناحیه دستور کنسرتی تشکیل کرده شد. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در حقیقت معلم شخصی برومند است که از خردی انسان را علم و ادب آموخته او را به وایه میرساند. او بزرگ شخصی است که در برابر والدان مونیس و غمخوار کس را عالمی معنی می‌آموزاند. معلم را امروز می توانیم به روشنگر شام شاگردان تشبیه دهیم. نوره گوییم که چشمان شاگردان را روشنی می بخشد. عالم را منور و مشکل همه را آسان می سازد. احترام نمودن آموزگار برای هر یک فردی سالم عقل هم فرض است و هم قرض. زیرا امروز حکومت رسپوبلیکا احترام آموزگار را به یکی از عالی ترین و اساسی ترین وظیفه های جامعه امروز تبدیل داده است. بهر اجرای قرار و فرمان و سپارش های رهبری دولت دیروز در خانه مدنیت ناحیه برای آموزگاران دستور کنسرتی نمایش داده شد. در ابتدا حاکم ناحیه فرخ اوسرف به سخن برآمد، آموزگاران را به روز دانش و سال نو تحصیل مبارک بادی نمود. پس آن سرور شعبه کارهای داخلی به سخن برآمد، عاید مسئله های گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویران کنی بین نابالغان علاهیده ایستاده گذشت و قید نمود که در گرفتن پیش راه جنایتکاری سهم آموزگاران نیز برجسته است و از این خاطر همکاری را مستحکم نموده یک جای مبارزه خواهیم برد. بعد آن دستور کنسرتی آغاز یافت. سرود و ترانه های دلانگیز صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه بدل اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشید. میکنم خدمت برای هر ملت دامی ما Milla
دستوری کنسرتی تا دیر دوام کرد و در دل استادان و آموزگاران تأثیرات نیک باقی گذاشت. آنها گشته و برگشته عرض سپاس به سرور دولت می کردند که با برابر افزودن موقع آنها در جامعه معاششان را نیز زیاد گردانیده و برای تعلیم و تربیه و درس گذری آنها در امکانیت های زیادی را باز نموده است. ورزش عامل مهم است در شناسانیدن مملکت به عالم. از این خاطر در کشور ما بهر رواج دادن ساحه مذکور اعتبار جدی داده می شود. از این امکانیت ها استفاده برده ورزشگران ناحیه ما نیز در مسابقه های ولایتی و ریاستی اشتراک می نمایند و جای های نمایان را اشغال کرده استادند. خداوند به هر کس نسبت یگان چیز یک نو شوق می باشد. اگر کس همان شوق را پرورش کند استعداد می شود که آینده این استعداد هنر است. در بین جوانان ناحیه شماره آنهای زیاد هستند که به ورزش شوق و هوس بی اندازه دارند. چندی از آنها از روی گشتن یکه در مسابقه ولایتی اشتراک نموده جایهای اول، دویم و سیوم را اشغال نموده با سری بلند و روی سرخ به ناحیه برگشتند. آنها را در مرکز ناحیه نزدیکان و پیوندانشان با افتخار و خرسندی های بی پایان پیشواز گرفتند. آینده همین بچه‌های موندگی بچه‌های همه‌های دیده همه‌ها ارباد گرفته جوهای نغزه اشغال کنه و حرکت میکنن. من همینه ویشه هم همه ها رحمت حقانه منه ریسپوبلیکا و وزر دولامه گرفته اومدن. منه همین سنتیابه محشنده بو رحمی رفتیان همه ها بزن موفقیت همه او سیوا بر اومدانشون و من طرفدار هست. میتوان گفت که ساحه ورزش در کشور ما روز تا روز رواج می‌یابد. این را در مثال آن ورزشگران دیده ممکن است که از روی نمودهای مختلف ورزش در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده لوای وطن ما را در عرصه عمومی جهانی باز هم به بالاها می‌بردارند. این ورزشگران جوان نیز از محله طول بوده در مکتب رقم 24 تحصیل می‌گیرند و نیت دارند که در مسابقه های بین المللی نیز اشتراک کرده نام وطن صاحب اختیارمان را در عرصه عمومی جهانی حمایه نمایند. ورزشکاران جوان برای اشتراک در مسابقه ریاستی راحت گرفتند و در ماه سپتامبر سال جاری به پایتخت می روند و باز جایهای نمایان را اشغال نموده با سر بلند به ناحیه بر می گردند. آمد یارتان باد ورزشکاران جوان. اکسیه تقدیم نمودن کتاب به مکتب در نوحه ما هنوز دوام دارد و این دفعه اکسیه با تشبس قبولخانه خلقی پریزیدنت ریسپولیک اوزبیکستان تشکیل کرده شد. ادامه موضوع در لوحه نوبتی ما که مخصوص برای تلرادیو کانال های ریسپولیکوی تهیه کرده شده است. دانشمندان تله بلند ایتکنده کتاب انساننگ این یقین دوست و مصلحتچیسی عقل قیراغی و بلم منبعیدیر. کتاب فکرلش قورالی خزینلر کلیدی شول سبب سونگی یللرده دولتیمیز رهبری تامونیدن کتابخونلیک مدنیتینی آشیریشگه الاهیده اعتبار قراتیلموقده. بونینگ سمراسی اولاراق یاشلارنینگ کتابگه بولگان محبتی تابارا آرتیب یاش اولادنی میللی قدریاتلر روحیده تربیالاشده کتابدن کورا قدرتلیراق واسطه یوقلیگینی انگلاب یتموقدالر.
Bolaga kitob berish shiori ostida So'x tumanidagi ta'lim muassasalarida kitob taqdim etish aksiyasi tumandagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi tomonidan o'tkazilayotgani tog'li hududda kitobxonlik madaniyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu galgi aksiya So'x mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 7-sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Men kitob haqida prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytgan fikrini aytmoqchiman. Bugun bitta kitob o'qigan bola ertaga 10 ta televizor ko'rib o'tirgan bolani bemalol boshqara oladi. Men bu fikrga albatta qo'shilaman. Men hech qachon kitobdan voz kechmayman. Dunyoning 8-chi mo'jizasi bu kitob ekan. Men izlanishdan to'xtamay albatta kitob o'qib turaman. Hazrat Navoiyning ustozi Mavlono Jomiy aytganidek, kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. Shu sabab har bir inson bilimlar kaliti bo'lmuş kitob bilan do'st bo'lmoq lozim. Davlatimiz rahbari asos solgan 5 muhim tashabbusda ham kitobxonlikka alohida e'tibor berib o'tilgan. Tashabbus doirasida tumanda kutubxonalar ochilib foydalanishga topshirilgan va nafaqat yoshlarimiz balki ota-onalar ham mazkur kutubxonalardan bugun keng foydalanib kelmoqdalar. E'tiborli jihati shundaki, yoshlar o'rtasida yosh kitobxon ko'rik tanlovlari o'tkazilib, iste'dodli yoshlar saralab olinmoqda. Kitob sovg'a qilindi biz o'quvchilarga. Endi biz bu kitoblarni o'qib, undan yaxshi, yomon, undan o'zimizga kerakli xulosani chiqaramiz. Prezidentimizga rahmat, biz hozir bizga juda katta sharoitlar, imtiyozlar berilmoqda. Biz ularni albatta ishonchlarini oqlaymiz. Meni nazarimda dunyoda kitob ulashishdan, ya'ni bilim ulashishdan eng yaxshi narsa bo'lmasa kerak. Tumandagi ta'lim muassasalariga badiiy kitoblar sovg'a etish aksiyasi davom etmoqda. Buning samarasi o'laroq maktab kutubxonalari tojik va o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar bilan boyitilib, tumanda kitobxonlik madaniyati tobora oshib bormoqda. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, So'x tumanidan tayyorlandi. این بود بخشی اخبار تلویزیونی سوخ که خبرهای آخرین روز یعنی خبرهایی که امروز رخ دادن در بر گرفته است و در همین جا با بخش اخبار حسنی انجام بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه های تلویزیونی سوخ بمانید، زیرا شما را در پیش برنامه های استراحتی منتظرند.